ناقوس آلت موسیقی قدیمی بوده که احتمالاً از چین باستان به قلمرو جهان وارد شده. البته جایگاه خودش رو 400 سال در از 400 میلادی به کلیسا داد. و همون گونه که میدونیم برای فراخواندن ایمانداران نسبت به عبادت بود. حالا صبح، ظهر و یا عصر نزدیک به غروب و شب این ناقوس زده میشد تا ایمانداران به کلیسا بیان برای دعا و برای پرستش. و اگر خبر خوشی بود باز دوباره ناقوس کلیسا زده میشد و اگر خبر بدی بود باز دوباره ناقوس کلیسا زده میشد. بزرگترین ناقوسی که در جهان ساخته شده در هلند هست و 36 تن وزن داره. البته الان این ناقوس در ژاپن هستش و برای مسافرانی که میان اونجا توریستی در این مسیر ازشون استفاده میکنن. اما همون گونه که میدونیم ناقوس در اصل پیام آور هست، صدای قوی هستش و امروز عشای ربانی من و شما در حضور خدا در حضور هم همون صدای ناقوسه. ناقوسی هستش که میخواد به جهان اعلام کنه، به جهان اعلام کنه که خدای زنده جسم پوشید و بر روی زمین آمد. به جهان میخواد اعلام کنه عیسی مسیح پسر روحانی خدا 2000 سال پیش بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد. و میخواد به جهان اعلام کنه که قدرت شیطان رو عیسی مسیح 2000 سال پیش شکست. شیطان قدرتی نداره به طور خاص روی فرزندان خدا، مگر اینکه ما شانه از مسئولیت ها مخالی کلام نخونیم، در حضور خدا در دعا نباشیم، به کلیسا نیاییم، عشای ربانی شرکت نکنیم. حالا چه راه دور و چه نزدیک که عزیزان رو تشویق میکنم از همین الان آب انگوری نانی رو براش دعا کنید کنارتون داشته باشید، چرا که در انتهای موعظه عشا خواهیم گرفت و نزدیک سفره خداوند خواهیم شد و به یاد بیاریم کار مسیح رو. پس من و شما ناقوس کلیسا هستیم امروز که دلیل بیداری هست، دلیل آگاهی هست، دلیلی هستش که تا صداهای دروغینی که در دنیا هست، صداها هرچند واقعیه اما حقیقی نیستش، صداهای دروغینی که در دنیا هست و باعث رنج و درد شده، افسردگی شده، غم شده، نگرانی شده، فقر و فساد شده، ظلم و ستم شده و همچنین گناه و هلاکت شده، اون صدا رو خفه کنیم با فیض خود و صدای امید، صدای آرامش بدیم. و اینکه ای مردم جهان، امید جاودان حاکم بر هر قلبی هست که به مسیح ایمان می آورد. آمین. مطابق انجیل یوحنا 3:16 اعلام نمی کنه که خداوند بعضی قسمت‌های جهان رو دوست داشت و بعضی ها رو انتخاب کرد تا اونها نجات پیدا کنند. کلام خداوند میگه اونقدر خدا جهان رو دوست داشت که یگانه پسرش رو داد تا هر کس، چرا که مخاطب خدا رأی آزاد داره، این آزادی رو داره، مانند اسلام نیست، با زور و شمشیر نیست عزیزان، یا مانند احزاب کمونیستی به زور نمیگن باید ایده ما رو قبول کنی، میگه در پشت قلبت رو ایستاده میکوبه. اگر در قلبت رو باز کنی همونطور که همه ما این کارو کردیم، خداوند داخل خواهد شد و با تو شام میخوره. در انجیل یوحنا 3:16 پیام این هست. این ناقوس صداش طوری نیستش که تو ما رو اذیت کنه، مردم رو اذیت کنه، صدای محبته، صدای عشقه، اما شیطان رو اذیت میکنه، روحهای شریر رو این صدا اذیت میکنه. آیا تجربه کردید نزدیک ناقوس زده شده بشه؟ بعد شما چه حالتی بودید موقعی که یه ناقوس زدن؟ کسی این تجربه داشته؟ یک دفعه بترسید، چون صدای بسیار بزرگی داره. ولی ناقوس کلام خدا ناقوس محبته، صدای عشقه، صدایی هستش که کسایی که مایل هستن مسلماً در این موقعیت خود رو قرار میدن. و حتی ما میبینیم این صدای ناقوس خدا که پر از عشق و محبت هست با آنانی که اعلام ایمان کردن، گفتم خدای ما تو رو دوست داریم، تجربه کردن، دیدن خدا دریاها رو باز کرد براشون، از صخره آب آورد براشون، از آسمان نان آورد براشون، اما وقتی عهد شکنی کردن
و بیوفایی کردن نسبت به قانون خدا، حکم خدا و عهدی که بسته بودن، کلام خدا میگه خدا به قوم اسرائیل در کناری که این همه بدی ها رو کرد رحمت کرد. در مزمور 78 37 الی 38 میگه دلهای ایشان با خدا راست نبود، یعنی قلبن خدا رو دوست داشتن، خدا رو به عنوان خالق قبول کرده بودن، خدا رو به عنوان یه دکتر که شفا میده قبول کرده بودن، خدا رو به عنوان یهوه یایرا که مهیا کننده است قبول کرده بودن، اما خدا رو قبول نداشتن به عنوان اینکه این خدا خدایی هست که هدف مقدس از خلقت داشته و باید با این خدا رابطه داشت که بهش میگیم عدالت، یک رابطه عاشقانه داشت. خدا یک خدای مذهبی بود، برای همین وقتی که از کنیسه میرفتن بیرون، وقتی که از کلیسا میرن بیرون، وقتی از حضور خدا میرن بیرون، آلوده به گناه میشن، کسایی که رابطه عاشقانه ندارن با خدا. از این روی کلام خداوند داره میگه، میگه دلشون راست نبود. همین الان هم در جهان هستن، همین الان هم در بین مسیحی‌ها خیلی‌ها هستن، شاید کلیسا میرن، ده یک میدن، حتی شاید خدمت میکنن، اما درک درستی ندارن از این هدف خلقت. بهش میرسیم که هدف خلقت چرا میتونه اینقدر مهم باشه برای ماها که برگزیده خدا هستیم و بیشترین فضایی که توی زندگیشون دارن میدن فضایی هستش که فقط برای امور دنیوی و زودگذر هست. میگه دلهایشان با خدا راست نبود و به پیمان خود با خدا وفا نکردند. پس چه برگزیدگانی بودن که مسئولیت خودشون رو نپذیرفتن. اما خدا به رحمت خود گناهان ایشان رو بخشید، چرا که خدا ذاتش رحمته، و آنها را نابود نکرد، یعنی اجازه نداد نابود بشن. او بارها خشمی شد، گفتیم خشم خدا یعنی چی؟ اعتراض به بی‌عدالتی. بله شناخت خدا مهم هست، اما اعتراض به بی‌عدالتیه. پس خدا مثل انسان است که خشمی بشه بگه حالا من حال این بندم رو بگیرم، پوستش رو بکنم؟ نه. خیلی موقع ما تو گناه که میفتیم میگیم الان منتظریم که خدا پوست ما رو بکنه. نه خیر، خدا اتفاقا منتظره که من و تو توبه کنیم. اون نمیخواد انتقام بگیره، اون نمیخواد ما رو اذیت کنه، اون ضعف من و تو رو میدونه، ضعف جسممون رو، ضعف روانمون رو، ضعف نیازهامون رو اون به خوبی میدونه. اینها رو نمیگم گناه تو توجیه کنیم، اما خدا منتظر ما توبه کنیم، برگردیم، قلبا برگردیم، و اون زمان هستش که ما میبینیم که خدا به ما برکت استقامت میده در برابر گناه که بیستیم. اعلام میکنه اما خدا با رحمت خود گناهان ایشان را بخشید و آنها را نابود نکرد و بارها خشمی شد اما خشم خود را فرو نشاند تا دلیلی نشه که انسان ها هلاک بشن. اعتراض کرد اما اعتراض خودش رو تا مرزی نبرد که باعث نابودی بشه. هرچند مطابق مزمور 73:27 دوری از خدا یعنی هلاکت. برای همین ما جهنم رو تعریف از دوری از خدا میکنیم. درسته تعریف هایی هم داره در کتاب مقدس، اما تعریف اصلی جهنم هلاکت، یعنی دور شدن از خدا. انسانی که از خدا دور میشه توی تاریکیه و تو تاریکی شریر میزنه، مطابق مزمور 11:2 که اعلام میکنه. پس خداوند میطلبه ما رو، خدا همه انسانها رو میطلبه، بازم مطابق انجیل یوحنا 3:16 خدا طالب همه هست. جای افسوس اینجاست، آیا کسی خواهان او هست؟ آیا او رو میطلبه؟ آیا در راستی قلبش با او هست؟ باز در انجیل متی 22:14 میگه زیرا طلبیدگان بسیارن و برگزیدگان کم. خدا همه رو خواسته، خدا با یه عده کاری نداره. چرا؟ چون طالبان خدا هستن کسایی که صدای خدا رو میشنون، قلبا با فروتنی او رو میپذیرن. اما خیلی ها اصلا صدای خدا رو میشنون میگن ما خدا رو دوست داریم به خاطر نیازهامون، خدا رو دوست داریم به خاطر اون اعتقادمون، نه به خاطر یک رابطه عاشقانه که با اونیز داشته باشیم. البته اکثر مردم، باز میگم، به دنبال خدایی هستن که خالق جهان هست.
خدایی که رفع کننده نیازهاشون هست، نه خدایی که آفریننده این جهان در مسیر هدف مقدس هست. از این رو هستش که متاسفانه مسئول پذیری نمی کنن و چون مسئول پذیر نیستن در مسیر هدف خلقت قرار نمی گیرن و همیشه میخوان یه نفر رو مقصر کنن، همیشه میخوان یه عده رو مقصر کنن. خیلی هوشیار باشید به عنوان ایمانداران مسیح. مسیح به خاطر تمام دردها و رنجهای ما روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد. تمام شد، تمام شد. اگر امروز من و شما تو مشکلات هستیم، اگر امروز ضعف جسمانی، ضعف روحانی داریم و هر موقعیتی که هست یا به این دنیا مربوط میشه که ریتم دنیا از اون استاندارد هستی در اومده و یا به این مربوط میشه که من تلاش نکردم در مسیر سلامتی. ما الان مدت هاست میگیم برادر امیر عزیز کلاس هایی رو گذاشته در رابطه با ایمان شفا که خود ایشون این اسم رو گذاشته، که ایماندارها متوجه نقطه ضعفاشون بشن که چرا هنوز امیال کهنه در زندگی اینها رو داره آزار میده و نیاز به تراپی دارن در حضور خدا، نیاز دارن یاد بگیرن چگونه در حضور خدا تراپی بشن. حتی شما میدونید ما باید یاد بگیریم در پرستش چگونه پرستش کنیم. متاسفانه اکثر کلیساهای ایرانی اینجوری هستش، اگه 200 نفر هستن ما میبینیم فقط 4-5 نفر میپرن بالا شادن، بقیه هنوز هم یه حسی دارن در حضور خدا باید سنگین باشن. نه، شاد باش. کلام خدا میگه مانند کودکان شادی کن در حضور او با تمام وجوده. پس اگر ما در پرستش نقطه ضعف داریم، چقدر بیشتر برای ترک و رفع تمام امیال کهنه که از گذشته با ما بوده دوباره داره ما رو وسوسه میکنه. وسوسه هست، مسیح اعلام میکنه وسوسه همیشه وجود داره. پس این هوشیاری رو ما نیز باید داشته باشیم تا دیگه نگیم من نبودم، دستم بود، تقصیر همه بلدن. دیگه تموم شد، ما نمیتونیم این بهانه ها رو بگیریم بگیم آه شیطان تقصیر داره. بله شیطان مقصره، اما من اجازه میدم به شیطان، من فضایی رو میدم، من درهایی رو باز کردم. حالا میگیم نه شیطان، نه این کشیش ما مقصره. آخه چرا؟ خب تعلیم نمیده. چجوری تعلیم بده؟ خدا رو شکر کلیسای ما کلیسایی از معلم خوب داره. من از کشیشش نمیخوام بگم، واقعا تو بدترین شرط پرستشی رو سعی میکنیم بهترین پرستش باشه. گروه پیگیری، افراد رو پیگیری میکنن تا اونجایی که من خبر دارم، تماس میگیرن و همه کلیساست، همه کار یک کشیش نمیتونه انجام بده. اگه برادر فریدون به 4 نفر زنگ میزنه یعنی رسول زنگ زده. اگه برادر رسول اینجا داره خدمت میکنه به خاطر پشتیبانی فریدون من اینجا خدمت میکنه. همه ما به هم دیگه وابسته ایم، یک بدن هستیم. من نمیگم، کلام خدا میگه یک بدن هستیم. پس همه داریم انجام میدیم. پس دیگه بهانه نباید باشه برای ایمانداران. منظور ایماندارای کلیسای پرستنده مسیح نیستش. خدا رو شکر یه دست بزنید برای خودتون. منظور همه ایماندارا در همه جهان، منظور کلیسای بین‌المللی هستش، نه کلیسای بومی خودمون. همه ایماندارا باید هوشیار باشن چون ما برگزیدگان خدا هستیم. به عنوان برگزیده فقط نباید کشیش یک کلیسا مسئول پذیر باشه. مسئولیت پرستش فقط نباید بگی من مسئول هستم. هر کسی توی یه قسمتی باید هوشیار باشه، با هوشیاری این خدمت رو به کمال برسونه. در مزمور 14:2-3 اعلام میکنه خداوند از آسمان بر بنی آدم نظر انداخته، هر روز نگاه میکنه. خدا الان اینجام داره نگاه میکنه ببینیم ما حواسمون کجاست. کلام رو گوش میکنیم، به فکر بدهیمون هستیم، به فکر بعد از اینجا هستیم، نهار چی بریم بخوریم، نهار چی میخواید بخورید، منم دعوت کنم با هم بخوریم دیگه، چه تنهایی فکر میکنیم. یه فکر اضافه شد به فکراتون میدونم. میگه خداوند از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم یعنی حکیم به علت خلقت، یعنی انقدر حکمت داره که آخه چرا خدا منو آفریده؟ آخه من به چی؟ داوود در همه میگه آخه خدایا انسان کیه؟ آخه این آدم کیه تو انقدر نظر لطفش دادی؟ بعد به خودش تشبیه میگه، میگه خدایا من در برابر تو کرمم نیستم. چرا این رو میگه؟ توهین نیست، چون میگه این کرمه یه عمری داره از بین میره، این رسول هم یه عمری داره بعد از 1000 سال از بین میره. درسته؟ چرا میخندید؟ شاید من عمر انسانهای زمان نوح دارم. چرا بابا دیگه این که دیگه
پس بنابراین این انسان در هر صورت این جسمش از بین میره. انسان حکیم انسانی هست که متوجه بُعد درونی میشه، روح. خدا روحه، آمین. کلام خداوند میگه خدا انسان رو شکل خود آفرید، نه از داره جسمی، از داره روح. داره در این بُعد فکر میکنه، میگه حکیم، کسی که عمیق میشه، کسی که عمیق میشه به اراده خدا، هرگز توی موضوعات ساده زمین خودش رو گرفتار نمیکنه، اسیر نمیکنه، آزاد هستش. میگه خداوند از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدای هست، که خدای پدر هست، نه خدایی که کاری نداره فقط جهان را آفریده. همه رو گردانیده، همه، یه نفرم نبوده دل خدا را خوش کنه، همه رو گردانیدن، با هم فاسد شدن، نیکوکاری نیست، در یکی هم نیست. میگه همه گناه کردن، مطابق رومیان 3:23 که اعلام میکنه، میگه همه گناه کردن، از جلال خدا متاسفانه قاصر بودن. خنوق یکی از طلبیدگانی بود که با انتخاب رأی خدا خودش رو در برگزیدگی قرار داد، اعلام کرد که من نیز برگزیده هستم. خدا اونو صدا کرد، خودش هم گفت من هستم. هرچند در زمان خنوق مطابق پیدایش 5:21-24 عمر انسان ها بالای 900 سال بود، اما خنوق به قول یکی از واعظین میگه جوان مرگ شد، در سن 360 سالگی مرد. ولی خنوق 300 سال کلام خدا میگه با خدا راه میره، صاحب زن شد. یه صدا میاد، این صدا مال اینجاست یا اون بره، تق تق صدا میاد، میگه خنوق ازدواج کرد، خنوق صاحب فرزند شد، خنوق موقعیت درآمدی خودش رو حتما داشته، اما خنوق سکوت نکرد. خنوق یک مبشر قوی و با غیرت بود. کلام خدا میگه با خدا راه رفت، یعنی با خدا زندگی کرد، طوری که خدا اونو ربود، بردش و تبدیلش کرد. تبدیل به چی شد خنوق؟ چی فکر میکنید؟ خنوق تبدیل به چی شد؟ روح که در وجودش بود، خنوق تبدیلی شد به اون ماهیتی که خدا در نظر داشت که عیسی مسیح شد. وقتی تبدیل شد، خنوق تبدیل شد به اون انسانی که خدا در نظر داشت که مریض نشه، نمیره، افسرده نشه، ترسان نباشه، چون اونقدر ایمان داشت که خداوند برای او بد نمیخواد. پس چون چنین ایمانی رو داشت، با خدا راه رفت و این نیز دلیلی شد تا بتونه تبدیل بشه به اون هدف اصلی خدا، که تو یک جایگاه درست قبر رو بگیره، یعنی متبدل شدن. امروز خدا این رو برای من و تو در نظر داره. ما امروز برای عشای ربانی چرا میایم اینجا؟ آیا یه کشیش اینجا من به عنوان یه کشیش اینجا اصلا مراسم عشای ربانی رو انجام بدم، بعد شماها دلتون خوش باشه یه کاری رو انجام دادیم و بعد بگید خدا دیده که ما رفتیم یک شنبه وقت گذاشتیم سر کار، بعد میرفتیم پول در می آوردیم، این کارا رو نکردیم، همه وایسادیم به خاطر اینکه این مراسم انجام بشه؟ خیر، ما اینجا هستیم تا اعلام کنیم که خدایا تو ما رو برای متبدل شدن آفریدی و ما میخوایم متبدل بشیم، ما میخوایم تبدیل بیابیم، ما میخوایم عوض بشیم. ما هستیم تا بتونیم همون گونه که در انجیل متی 5:48 میگه ما شکل تو بشیم، در بُعد روح به شباهت تو بشیم. پس این دنیای زمینی ما دنیای بسیار موقتی است. حیف براش افسرده بشیم، حیف قصه بخوریم، حیف خودتو مریض کنی، حیف خودتو اذیت کنی، حیف دیگری رو اذیت کنی، اون دیگری هر کی میخواد باشه. اگر امروز غیرت تو باعث میشه که فریاد بزنیم برای ملت ایران از آزادی، برای آزاد بودنشون فریاد بزنیم، بگی الله خدا نیست، این فرق میکنه. اما اگر غیرت تو برای این هستش که قصه به خاطر موقعیت مالیت میخوری، به خاطر اینکه فلانی دلتو رو شکونده، فلانی تو رو اذیت کرده، ارزش نداره به هیچ وجه. رهاش کن، رهاش کن. چون خنوق اینجوری فکر نکرد. در زمان خنوق هم گناه بسیار بود، اما خنوق با حکمتی که از خدا داشت اون خبر خوش نجات رو داد.
و در از خنوق متوجه چند موضوع شده بود. یک، ایمان و اعتماد به خدا و خوشنودی اراده او را خواستن جز به موقعیت های مهم برای یک خدا دوست است. دوم که بهش میگه وفاداری. دوم، انسان در قالب جسم خاکی جاودانه نخواهد شد. انسان باید متبدل بشه، باید عوض بشه. درباره این تو این هفته بیشتر فکر کنید. چه چیزایی مانع میشه که ما متبدل بشیم؟ چه کار داریم میکنیم؟ طمع و زیاده خواهی ما کجاست که از اعتدال گذشته و مانع این میشه ما متبدل بشیم؟ مانع رابطه خوب ما با خدا شده. امروز که میخوایم نزدیک سفره خداوند بشیم، این موانع را روش فکر کنیم و این موانع را بتونیم ورداریم تا در مسیر اراده خدا عادل شناخته بشیم. در نامه عبرانیان 11:5-6 میگه از راه ایمان، ایمان درست، باز میگم ایمان به این نیست که من خدا را خالق میدونم، ایمان به این نیست که من میگم خدا خدایی که همه چیزو به من میده قادره، خیر، ایمان به این که خدا منو شکل خودش آفریده و منو نجات داده و در این مسیر میخواد به من کمک کنه. از راه ایمان خنوق بدون چشیدن طعم مرگ، درد، رنج، ترس به حیات دیگر انتقال یافت. سریع خدا بردش توی جایگاهی که دیگه دید درد نداره، پیر نیست، موهای سفید نیست، زشت نیست، احتیاج به عمل پلاستیک نداره، احتیاج به دندون کشیدن دیگه نداره، احتیاج به هیچ نوع درمانی نداره، چون روح درمان در وجودش بود و اون روح خدا بود. اثری و میگه انتقال یافت، اثری از او یافت نشد، زیرا یعنی نبود، هیچ کسی که اونو ندید، زیرا خدا او را برده بود، چون پیش از آن که به حیات دیگر انتقال یابد کلام خدا درباره او شهادت داده گفته بود که او خدا را خوشنود کرده بود. خدا رو چگونه ما میتونیم خوشنود کنیم؟ بعضی موقع ما میگیم چجوری، مثلا من که وقت ندارم، حالا یه کشش رسول میاد اینجا موعظه میکنه، خدا ازش راضیه، بعد در روبه میاد پرستش میکنه، خدا راضیه. عزیزان، مگه همه ما باید شکل هم باشیم؟ از خدا بخواد چگونه اونو میتونی خوشحال کنی؟ با خدمتت خوشنودش کن. با پولت شاید نباشه، ولی با دعا کردنت هست، با بشارت دادنت هست. خواندگی شما چیه؟ خواندگی من چیه؟ من روی خواندگی میستادم. خیلی موقع ها به خاطر عدم درک بعضی از موقعیت ها آروم رو خواندگیم قدم برمیدارم، چون احساس میکنم شاید با قابل درک نیست برای خیلی موقعیت ها، پس آروم میرم. اما رو خواندگی میستادم. رو خواندگیت بیست. خواندگی چیه؟ شاید دعاست برای یه نفره، شاید با پولت باید نام خدا رو بلند کنی، فقط شاید با پولته، شاید با تعلیمت باید بدیم نام خدا رو بلند، شاید با همه اینها هست، نمیدونم. خواندگی تو بدون. دعا کردن برای دیگران هست. تماس بگی زینا جان این شماره تلفن منه، لطفا به من بدید، افراد میخوام دعا کنم. خواندگی تو پیدا کن و اونجا خدا رو خوشنود میکنی، و چون خدا رو خوشنود میکنی روبوده خواهی شد. آمدن مسیح بسیار نزدیک است. آمین. منتظر اون هستید که بیاد. واعظی میگفت یه خبر خوش دارم براتون. همه گفتن چیه؟ گفت یک روز به آمدن مسیح نزدیک تر شدیم. آمین. ایمان داریم به این؟ و ادامه میده، زیرا خدا او را برده بود، چون پیش از آن که حیات دیگر انتقال یابد کلام خدا درباره او شهادت داده بود و گفته بود که او خدا را خوشنود کرده بود. و بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد. اون ایمان حقیقی، اون شناخت حقیقی نسبت به خدا، نه به عنوان یک مسیحی، نه به عنوان یک مسلمان، نه به عنوان یک یهودی، به عنوان فرزند خدا که او را میشناسی. با مذهب کاری نداریم، با اسم کاری نداریم، زیرا هر کس به سوی خدا می آید باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد. یعنی به ذات خدا که محبت است ایمان داره که یگانه پسرش عیسی مسیح رو فرستاد و بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد. ایمان خنوق با خدا و هدف خدا جاودانه بود. از این رو هر کس که این ایمان رو داره مانند خنوق یک مبشر با غیرت است. دیروز چند نفر رو بشارت دادید؟ هفته گذشته چند نفر رو بشارت دادید؟
ماه گذشته چند نفر رو بشارت دادیم؟ امسال داره سال تموم میشه، چند نفر رو بشارت دادیم؟ اگر در مسیر بشارت ضعیف باشیم، این رو بدونیم متاسفانه لذات این دنیا که بد نیست، نیازهای این دنیا ما رو دربر میگیره و مجال این رو به ما نمیده که ما هوشیار باشیم که مردم جهان نجات پیدا کنه، و ما هوشیار باشیم که مسیح داره میاد. یکی از دلایلی که ما عشای ربانی میگیریم این هست که بدونیم، بیدار باشیم، عیسی مسیح میاد. یک دفعه خواب بلند نشیم بگن فهمیدی چه اتفاقی افتاد، مردم میگن یه عده‌شون غیب شدن نیستن، ولی کشیش رسول هنوز هست. وای وای، خیلی باید رسول هوشیار باشه که کلام رو میده، نکنه رسول بمونه خیلی یا برن. این هوشیاری باید داشته باشیم. در عهد جدید 300 بار از آمدن مسیح صحبت میکنه، پس خیلی مهمه که داره کلام خداوند 300 بار در عهد جدید میگه من میام، تا مردم این درک درست رو داشته باشن. در اعمال رسولان 1:11 میخونیم که فرشتگان وقتی مسیح رفت رو کردن به مردم، به اون 500 نفری که اونجا بودن، گفتن همین گونه که مسیح رفت همین گونه خواهد آمد. و خنوق ریزی رو میگه. درسته ما از خنوق خیلی اطلاعات نداریم چون کتاب مقدس خیلی اطلاعات نداره، اما در عهد جدید نامه هایی که به ثبت رسیده در انجیل پیام نوع زندگی خنوق رو میده. از جمله در نامه یهودا 14:15 اعلام میکنه خنوق که نسل هفتم بعد از آدم بود پیشگویی کرده گفت. پس خنوق اون زمان نسل هفتم بوده از آدم، آدم و حوا، پیشگویی کرده. هنوز مسیح نیومده، هنوز موسی نیومده، هنوز ابراهیم نیومده. ببینید خداوند با ده‌ها هزار نفر از مقدسین خود می‌آید تا بر همه آدمیان داوری کند. کسانی که بعد از آمدن ثانوی مسیح در ایمان می‌مانند و مسیح خواهد آمد و اونها روبوده میشه، بدن‌هاشون تبدیل میشه به همون بدنی که خنوق و الیاس نیز تبدیل شد، مسیح تبدیل شد، تبدیل میشه، میگه با مسیح خواهند آمد بر روز داوری. پس اگر ما این ایمان رو داریم مطابق کلام خداوند، باید بیستیم و بدانیم عشای ربانی ناقوس خداست، صدای خداست. کم اهمیت نباشیم به عشای ربانی، بی توجه نباشیم. آمدیم تا فریاد بزنیم مسیح به خاطر گناهان ما مرد، آمین. مسیح به خاطر حیات ما قیام کرد، آمین. مسیح روح القدس رو به ما داد تا ما بتونیم با اقتدار نام او را اعلام کنیم و مردم نجات پیدا کنن. سکوت نخواهیم کرد، اعلام کنیم که در همین زمان کرونا نمیخواییم مانند مذهبیون عمل کنیم، هرگز، هاشا. اما اگر دلیل درست ندارم، هرگز کلیسای مسیح رو تنها نذارم، در هر شرایطی که هستم با مسیح همراه هم قدم باشم، چرا که خداوند مرا خوانده تا ناقوس او باشم، آمین. میتونی با تمام دلت بگی آمین؟ تا در این بیداری باشیم، بریم با هم دیگه نامه فیلیپیان 3:10-21 رو بخونیم. نامه فیلیپیان 3:10-21. میخوای لامپای وسط رو روشن کنم که پولس رسول نیز داره به ما این بیداری رو میده. مسیح داره میاد، آمدن مسیح نزدیکه. کرونا رو مسیح پیشگویی کرد، ما نباید تعجب کنیم. گفت وباها میاد، جنگ ها میشه. حدود 20 سال پیش خداوند تو 3 شبانه روز با قلب من صحبت میکرد. من مدرک دارم، کاغذ دارم، همه رو نوشتم که در روزهایی که در پیش داریم مسلمانان جهان به کشورهای مسیحی حمله میکنن. چند ماه بعدش به 11 سپتامبر شد. من نامش رو دارم، حتی برای جورج بوش نامه رو نوشتن، متاسفانه به دستش ندادن اون زمان. و خداوند سازمان ونگارد پیس میکرز، سازمان پیشتازان رو با قلبم صحبت کرد. این اتفاقایی که خداوند در کلامش به نوعی دیگه گفته، ولی با فرزندانش سخن میگه. این روزها رو ما میدونیم میاد. ما میدونیم که اسلام به خاطر پول زیادی که تو بعضی از کشورها تو دست خودش داره، همچون عربستان و کشورهای دیگه اسلامی، و شرارتهایی که در فکرش هستن، در فکر هستن جهان رو بگیرن. ما این رو میدونیم. این رو کلام گفته، تو کلام نمیگه اسلام. ولی خب شیطان این فضا رو داره که از هر موقعیتی استفاده کنه به نفع منافع حیله‌های خودش. پس باید ما مسیحی‌ها
آماده باشیم، آگاه باشیم، بیدار باشیم. بله. فیلیپیان 3:10. یگانه آرزوی من این است که مسیح را کاملا بشناسم و قدرت قیامت او را در وجود خود درک کنم. پس با پولس با مسیح مطابق کلام، هرچند اون موقع کلام تومار بوده، با اون تومارها مطالعه میکرده، هرچند خودش شخص فریسی آگاه بود، اما وقت میذاشتش. در کناری که شما میدید پولس رسول خیمه دوز بوده، متاسفانه اون موقع شاید درک درست نسبت به یک خادم خدا مثل پولس ضعیف بوده، که پولس نباید کار میکرده، پولس تموم وقت مال خداوند بوده، اما به خاطر عدم آگاهی نسبت به کلام خدا، هدیه 10:1، رویایی که خدا به پولس داده بود، مردم اون زمان اونقدر ضعیف بودن و پولس هم خوشی دل رو عنوان میکنه که اون نمیتوانست در این کار، در این جفا، در این سختی ها، اما میگه من هر روز خدا رو میشتاختم، هر روز با خدا وقت میذارم، با دعا، با کلام، با خدمتم. بله. و در رنج های او شریک گشته و در مرگ او هم شکل او شوم، به این امید که من نیز به رستاخیز از مردگان نایل گردم. وقتی که صحبت از هم شکل میکنه، همون متبدل شدنه. این کلمه رو لطفاً تکرار کنین، متبدل شدن، تبدیل شدن با آنچه که مسیح میخواد. پولس داره اشارهش اینجا به این هست. از این رو تشویقتون میکنم کلام خدا رو عمیق بخونید لطفاً. خواهش میکنم زندگیتون عوض میشه. چون فکر که عوض بشه زندگیامون عوض میشه. وقتی توی فکرمون مشکلات و سختی ها هست، به طور خاص در این ایام که آسیب میزنه به همه انسان‌ها، ما چون انسان هستیم آسیب میخوریم، این رو بدونیم که نیاز داریم این کلام ما رو تراپی کنه، ما رو شفا بده، ما رو آروم کنه. همونطور که عشای ربانی به ما یاد میده، به ما دوباره یادآوری میکنه که من زندگیم به خاطر حیات مسیح است. این نان و این آب انگور یا شرابی که من میخورم حکم بر این هست که من حیات رو یافتم، من سلامتی رو یافتم. بله. من نمیگویم که قبلا این رو به دست آورده ام و یا به کمال رسیدم، بلکه آن را دنبال می کنم تا به چنگ آورم. پس ادعا نداره، ادعا نمی کنه که بگه من، ادعای من این هستش که من این رو به دست آوردم. داره میگه من تلاش می کنم، جد و جهد می کنم. امروز کلام خداوندم به ما میآموزه تلاش کن. حالا ما بالای یک ماه هستیم درباره بشارت صحبت می کنیم. به من چند نفر زنگ زدن گفتن که رسول، بعد رسول من بشارت دادم، اما خیلی ضعیفه. چرا اینقدر ضعیف؟ چرا تماس تلفنی نمیتونیم با خانواده هم بگیم؟ چرا خبر خوش نجات رو نمیخوایم بدیم به کسی که براش دعا میکنیم که مریض هست، تا اون نیز بیدار بشه، اون آگاه بشه؟ پولس رسول صحبت از جد و جهد میکنه، تلاش میکنه، سکوت نه، آروم نه، بلکه میگه تلاش میکنم، میدوم. بله. همانطور که مسیح نیز مرا به خاطر آن به چنگ آورده است، ای برادران، به خاطر اینکه متبدل بشیم، میگه اون من را به چنگ آورده. یعنی چی؟ یعنی ما تو دستای شیطان بودیم. تو دستای شیطان. تا حالا شده شما یه چیز را یکی به زور بگیرید یا نه؟ خیلی سخته. یه دفعه کنار دریا بودم، بعد یه لقمه ساندویچ جاتون خالی تو دستم بود، داشتم میخوردم، این مرغای دریایی هست، همین که نگام رفت طوری از من گرفت، اصلا من تو شوکه شدم، من تو موندم، گفتم مگه میشه؟ یعنی اینقدر قشنگ اومد که آثاری از این لقمه ساندویچ تو دست من نموند. عیسی مسیح داره میگه من اینو به چنگ آوردم، یعنی تو رو از چنگ شیطان در آوردم، مال خودم کردم. این چه عشقیه، این چه محبتیه که خدا به ما داره. آیا حیف نیستش که آنچه که مسیح به ما اعلام میکنه که درش وفادار بمونیم، مبادا شیطان دوباره ما رو بگیره، و اینکه دیگران رو بشارت بدیم، اونها هم از دست شیطان درن. این بسیار پر ارزش است. بله. ای برادران، من ادعا نمی کنم که تا به حال آن را به چنگ آورده ام، ولی تنها کار من این است که آنچه را در پشت سر من قرار دارد فراموش کنم. پس مغرور نیست، غرور نداره به اینکه آنچه که خداوند خواسته حقیقتاً اون شده، اما باز هدفش این هستش که همون گونه که مسیح او رو سید کرده، اون بمونه در اون امنیت. بله.
برای رسیدن به آنچه در پیش است بکوشم. مستقیماً به طرف هدف می‌دوم تا جایزه ای را که شامل دعوت خدا به یک زندگی آسمانی به وسیله عیسی مسیح است به دست آورم. چون اگر به این هدف نگاه نکنه که شکل خدا آفریده شده، قراره متبدل بشه و به این هدف نگاه نکنه برای اینکه دیگران نجات پیدا کنن، بدونید که ناخودآگاه توی جزیره های خوش دنیا اسیر میشه. امروز این پیام من برای ماست. نیاز به خوردن داریم، آمین. نیاز به پوشیدن داریم، نیاز به خونه داریم، نیاز به یه ماشین خوب داریم. کلام خدا مخالف ثروت نیست، کلام خدا مخالف ازدواج نیست، مخالف فرزندان زیاد نیست، کلام خدا مخالف زنات نه نه زن یک زن یک نباسم باشه. در مسیحیت زن و مرد یک میشوند. کلام خداوند مخالف این نیست که ما در روی زمین خوشی ها داشته باشیم، اما افراد و طمع در اون دلیلی خواهد شد که ما درک درست نسبت به هدف خلقت نداشته باشیم. در کتاب لوقا، انجیل لوقا 21:34 میگه مراقب باشید و نگذارید دلهای شما با پرخوری و مستی و اندیشه های دنیوی تیره و تار شود، چون آن روز بزرگ ناگهان فرا میرسد. آمدن مسیح یک باره میاد، بعد من میبینم من توی دام طمع گرفتارم. نیازها رو نمیگم. میدونم همه شما عزیزانی که اینجا به طور خاص هستید، همه توی موقعیتی هستید از زندگی که توی اعتدال هستید، اما این کلام خداست که میگه مواظب باشیم افراط نکنیم. شاعر نیز اعلام میکنه به گورستان گذر کن تا ببینی چو خوردند و چو پوشیدند و بردند، دو روزی زندگی کردند و آخر به هر حالی که بودند جان سپردند. طمع بسیار کردند مال دنیا، ز روزی بیشتر هرگز نخوردند. اگر شاه و گدا، نادار و دارا، اجل آمد نفس بگرفت و مردند. همون شد، هیچ کس اینجا نمیمونه. خنوقم اگر احیانا در مسیر اراده خدا نمیستاد میمردش. 900 سالش میشد، 950 سالش میشد، اما میمردش، اما متبدل نمیشد. پیام امروز اینه، نزدیک سفره خداوند میخواییم بشیم. تمام دلایلی که میخواد مانع تبدیل تو بشه، همه رو بده بسپر به دست خداوند. هرچی ترساته، نگرانیت هستش، جنگ هات هستش، هر موضوعی که هست، امیال کهنت هست، حریفش نشدی، نشدی دیگه، اشکال نداره. الان بده به دست خدا، بگو خداوند من نمیخوام دیگه تو این قلم رو قدم بردارم، و خدا تو رو نیز برکت خواهد داد. بله، پس همه ما که روحاً بالغ هستیم باید چنین طرز تفکری داشته باشیم، و اگر شما فکر دیگری دارید خدا این را هم به شما آشکار خواهد ساخت. در هر حال ما باید مطابق حقایقی که کسب کرده ایم زندگی کنیم. آمین. ای برادران، همه شما از من سرمشق بگیرید و به کسانی از نمونه ما پیروی میکنند نگاه کنید. میگه از من سرمشق بگیرید که از خنوق سرمشق گرفتم، از برگزیده خدا سرمشق گرفتم، تا به این دنیا نچسبم، شکل این دنیا نشدم. رومیان 12:2 میگه هم شکل این جهان نشویم، هم شکل این جهان نشدیم. هوشیار باشیم، همه چیزو کشیش نمیتونه بیاد این بالا بگه این کارو نکن، اون کارو نکن، این کارو بکن. من آخوندم که رساله بدم به شما، دورت جونم. پس بنابراین هوشیار باشیم، خودتون در حضور خدا برید. خیلی موقع هستش که ما میگیم آخه ما نمیدونستیم، کشیش نگفته. چیکار به کشیش داری؟ کلام خدا هست، روح القدس هم هست، به هدایت روح القدس و کلام خدا که فیلترش هست انجام بده. همه چیزو کشیا نمیدونن اصلا درباره زندگی شخصی افراد، رابطه ها. پس خودمون چک کنیم آنچه را که انجام میدیم مطابق کلام خدا هست یا نه. اگر مطابق کلام خدا هستش وفادارانه بیستیم، در غیر این صورت این هوشیاری رو داشته باشیم، چه بسا نتونیم متبدلی خودمون رو ببینیم. در اول تسالونیکیان 4:16-17 میگه زیرا خدا خداوند، زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد. این روز نزدیکه و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. اونهایی که مردن، ایماندارانی که مردن،
آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد. یعنی کسایی که زنده هستن ما هستیم، با فیض خدا البته متبدل خواهیم شد، تبدیل خواهیم یا تا خداوند را در هوا استقبال کنیم، یعنی در حضور خداوند، و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود، همیشه در کنار او خواهیم بود که کمال خوشی هاست. بله، بارها این را به شما گفته ام و بار دیگر آن را با اشک خود تکرار می کنم که عده زیادی تو یعنی با تمام دلش داره میگه، میگه با اشکم. حتما شما دید بعضی از واعظین وقتی دارن موعظه میکنن چه به قلبت میشینه، انگار با تمام غیرت داره میخواد یه مطلبی رو به شما برسونه که بدونید نجات پیدا کنید. یا این مادرها، حتی بیشتر مادرها قدیم، وقتی بچه‌شون یه اشتباهی میکنن براشون خطر داشت، اول میگفت نکن 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 نکن، نمیزد تو صورت خودش، حتی دستش گاز میگیره نکن کارو. حالا خیلی از واعظی مثل پولس رسول میگه با عشق، بابا دارم میگم حیفه، به مسیح ایمان آوردی، از خیلی از گناهات دست برداشتی که لذت دنیات بوده، تعمید گرفتی، یک شنبه ها تو داری قربانی میکنی میری کلیسا، ده یکی تو داری میدی، مواظب باش، بیدار باش، دلخوش این چند قلم نباش که انجام میدی، تمرکز تو بذار، چه چیزایی داره میخواد مانع بشه که تو تبدیل بشی، این هوشیاری رو داشته باش. بله، که عده زیادی طوری زندگی میکنند که گویی دشمنان صلیب مسیح هستند، آخر و عاقبت آنها هلاکت و ببخشید اینو داره به ایماندارا میگه و اینو نمیگه به بی ایمانا، اینو به مسلمانان رادیکال نمیگه، اینو داره دقیقاً به ایمانداران میگه، میگه طوری دارن زندگی میکنن مسیحیان. حالا تو محیط کارش شاید هست، نمیدونم، توی خونه شاید هست، نمیدونم، شاید تو کلیسا تو رابطه هاست با ایماندارا، میگه طوری زندگی میکنه که انگار دشمن مسیحه. تو خدمتت فیلتر بذار، با کلام خدا میخونه، صحبتت، اعمالت، رفتارت، من اول به خودم میگم، من باید مواظب باشم، مواظب خانوادم من باید باشم، شما مواظب خودت و خانوادت باش که مبادا یک انحراف کوچیک ما رو بسیار از مسیح دور کنه، چون هرچی میریم جلوتر این انحراف وسیع تر میشه. بله، آخر و عاقبت آنها هلاکت و خدای ایشان امیال جسمانی آنهاست و افتخاراتشان در رسوایی و شرمساری است، افکار خود را به چیزهای دنیوی مشغول می سازند، اما ما تابع کشور آسمانی و منتظر آمدن عیسی مسیح خداوند هستیم که به عنوان نجات دهنده از آسمان می آید. او طوری بدنهای ضعیف و فانی ما را تغییر خواهد داد تا به بدن پرشکوه او شباهت یابد. واو، مثل خود مسیح خواهیم شد. این تصور رو بکنید، مانند مسیح میشیم، گذشته از اینکه نه دردی هست نه رنجی هست، اقتدار و قوت خدا با ماست. تو این دنیا که هستیم خوش باشیم، سفر بریم، شادی کنیم، هر فکر نیکویی رو که فکر میکنید هست انجام بدید، اما اونقدر افراط و طمع نکنید در این دنیا که نجاتمون رو از دست بدیم. بله، و این کار را با قدرتی که همه چیز را تحت فرمان او در می آورد انجام خواهد داد. آمین. آمین. به سفره خداوند می خواهیم نزدیک بشیم. عزیزان